ازت میخوایم که بهترین گوشی دنیا رو تولید کنی. خب چی دوست داری داشته باشه؟ سریع‌ترین نمایشگر، سریع‌ترین چیپست، باتری هیولا، شارژ سریع و قوی‌ترین دوربین ها. خب دوربینات خیلی بزرگ میشه ها. مهم نیست. آها یه لحظه بایستا. مانیتورم بهش اضافه کن. چجوری میشه؟ مهم نیست، تو اضافه کن. اوکی. این بررسی می 11 اولتراس. تو جعبش هم باید همه چی باشه. دانگل جک هدفون 3.5 میلیمتری، قاب شفاف، کابل شارژ USB-C، شارژر 67 واتی، کابل شارژ USB-C. دقیقاً تو زمانی که اپل و سامسونگ تو جعبه هاشون شارژر نمیذارن. اول داستان بگم که قرار نیست همه با ظاهر این گوشی حال کنن، خصوصا با وزن 234 گرمیش که با خاطر پنل پشتی سرامیکیشه. من ترجیح میدادم به جای اینکه براق باشه پنل پشتی مات میبود. اینو میشه به وضوح دید که می 11 اولترا اومده همه رو قورت بده. پس طبیعتاً واسه همچین گوشی دیگه ظاهر خیلی مهم نیست. البته واسه اونایی که دنبال ظاهر تکنولوژی تور هستن شاهکاره. حالا جالبه که گوشی هایی که برآمدگی دوربین دارن رو سطح صاف میلرزن، اما این انقدر برآمدگیش پهنه که اصلا نمیلرزه، نقش پایه‌رم ایفا میکنه. یه سوال پیش میاد، شیائومی این گوشی رو با هدف مبارزه با چه گوشی ساخته؟ بیشک گلکسی S21 اولترا. جلوتر بهتون میگم چرا. با نمایشگر شروع میکنیم. معروفه که وقتی سامسونگ پرچمدار جدیدش رو معرفی میکنه بهترین نمایشگر در دنیای موبایل ها را عرضه بکنه. این نمایشگر 6.8 اینچیه، امولد، رزولوشنش کواد HDه و 120 هرتزیه. خب این دقیقا همون نمایشگر می 11 اولتراست، با این تفاوت که می 11 اولترا روشن‌تر هم هست. 1700 نیت در برابر 1500 نیت. نرخ بروزرسانی تاچش 480 هرتزه در برابر با 240 هرتز. و علاوه اینها نمایشگر شیائومی رنگ‌ها رو 10 بیتی نشون میده، سامسونگ 8 بیتی. البته خود پنل نمایشگر 10 بیتی نیست، با تکنولوژی‌های نرم‌افزاری میاد عمق رنگ‌ها رو قوی‌تر می‌کنه. نمایشگر سامسونگ کرو و از سمت چپ و راست خمیده است، شیائومی هم همینطور، اما بجز چپ و راست بالا و پایینش هم خمیده است. اما گوشه‌های نمایشگر خیلی ظاهر قشنگی نداره. گفتم نمایشگر دوم داره. آره داره، البته نه از دلش در میاد نه نمایشگر دوم بهش اضافه میشه. نمایشگر دوم پشتشه کنار دوربین ها. ابعادش خیلی کوچولوئه، برای نشون دادن ساعت خوبه و تاریخ. یه مشکلی که داره بعد از 30 ثانیه خاموش میشه، دوباره بعد روش ضربه بزنی تا روشن بشه. ولی یه کار جالب دیگه میکنه، اونم نمایش دوربین اصلیه برای گرفتن سلفی. خب شاید بپرسید چرا باید با دوربین اصلی سلفی بگیرم؟ به خاطر اینی که بزرگترین سنسور ممکن تو دوربین اصلیش به کار رفته، حتی 20% بزرگتر از سنسور اصلی دوربین سامسونگ گلکسی S21 اولترا. خب سنسور بزرگتر چه تأثیری داره؟ عمق میدانی شاهکار مثل چیزی که تو دوربین های حرفه‌ای میبینی، نور بیشتر جذب میکنه. تو مقایسه ها خودتون میتونید ببینید. حالا اگر اون عمق میدانی رو وارد ویدیو بکنید، تصویرهای خارق العاده ثبت میکنید. S21 اولترا قابلیت فیلم برداری 8K داره با دوربین اصلیش، می 11 اولترا قابلیت فیلم برداری 8K داره با هر سه تا دوربینش. S21 اولترا قابلیت فیلم برداری اسلو موشن داره، می 11 هم داره اما دو برابرش با کیفیت بالاتر. دوربین S21 خیلی عریضه، دوربین می 11 اولترا خیلی عریض‌تره. البته پردازش رنگ های سامسونگ به نظر من خیلی بهتره، از اون طرف توانایی عکاسی ماکرو سامسونگ خیلی بهتره. بزرگنمایی سامسونگ در S21 اولترا 100 برابره، می 11 اولترا 120 برابره. البته جفتشون در نهایت کیفیت خیلی خوبی نداره. اما برتری های سلفی که با دوربین اصلی گرفته میشه چطوریه؟ بالاترین کیفیت ممکن رو دارن، عملکرد عالی در محیط های تاریک، قابلیت فوق العاده ای تو زوم کردن تو چهره تون داره. ولی یه محدودیت هایی هم داره. 1. حالت پورتری با این حالت نمیشه ثبت کرد. 2. فیلم برداریش محدود به 15 ثانیه است. چرا که تو این همه کار عجیب غریب کردی ولی محدودش کردی؟ چرا؟ حالا جالبتر چیه؟ اینی که دوربین سلفیش به خوبی دوربین سلفی S21 اولترا نیست، عملکردش ضعیف‌تره. سامسونگ باتریش 5000 میلی آمپر ساعته، شیائومی هم باتریش 5000 میلی آمپر ساعته، ولی شارژر 67 واتی همراهشه که خیلی سریعتر شارژش میکنه. به صورت کلی به نظر من می 11 اولترا به راحتی S21 رو در خودش قورت داده. هر چی مشخصات سخت افزاری داره عین اون داره و تا اونجایی که تونستن از اونم بهتر عمل کردن. بیایم یه نگاهی به جدول مشخصاتشون بندازیم. نمایشگر 6.8 اینچی با رزولوشن 2K داریم، ما هم داریم اما روشن‌تر. باتری 5000 میلی آمپر ساعتی داریم، ما هم داریم اما سریع‌تر شارژش می‌کنیم. شما سوپر اسلو موشن 960 فریم بر ثانیه دارین، ما هم داریم اما دو برابرش با کیفیت بالاتر. شما 100 برابر زوم می‌کنیم، ما 120 برابر.
جالب بود نه؟ نظر شما در مورد می 11 اولترا چیه؟ به نظر شما شیائومی با این کاری که داره انجام میده، با این استراتژی هایی که داره پیش میگیره، میتونه جای خالی هواوی رو از برند چینی بگیره و خودش رو رقیب سرسخت سامسونگ و اپل کنه؟ یا نه، شاید اصلا شیائومی داره از این موقعیت سوء استفاده میکنه. دیده هواوی وضعیتش تو بازار خراب شده از سال 2018. این میخواد بیاد جوب جاشو بگیره. نظر خودتون رو تو بخش کامنت ها با من بنویسین. خیلی دوست دارم هر چه سریعتر این گوشی به دستم برسه، به صورت تخصصی بررسیش کنم. ارادتمند شما، رهبر نیازی.